رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east. ترانسپاندر A1. فریکونسی 10721 مگاهرتز. پولاریتی هوریزنتال. سیمبل ریت 22000. FEC 34. درود به همه عزیزان، همه ایرانیان گرامی در ایران و خارج از کشور. امیدوارم که خوب باشید عزیزان. نکاتی را که میخواستم با شما در میان بگذارم، مسائل بسیار جالبی هستند. کاش میتوانستیم به طور مستقیم با همدیگر گفتگویی داشته باشیم، ولی به هر حال رسانه هم نقش خودشون رو دارن به لحاظ فاصله ها و زمان های مختلف. به هر حال رسانه ها جای خالی مکالمات و صحبت ها رو به هر حال پر میکنن و یکی از نشانه های جامعه مدرن و دموکراتیک بودن همین رسانه ها هست. همون گونه که همه عزیزان میدانند، امروز در واقع خبرهایی در ارتباط با شرایط ایران شنیدیم. منظور من شرایط مربوطه به دانشگاه ها، منظور من اخراج فاشیستی استادان دانشگاه، و به این ترتیب هستش که این موجی که اینها یعنی رژیم راه انداخته دیگر نمیخواهد متوقف بشود. یک لحظه عزیزان فکر بکنید، جامعه بدون دانشگاه یعنی چی؟ در این دنیا کاملا بی‌مفهومه. فقط سیستم شدیداً طالبانی می‌خواهد. یا باید برگردیم به عقب به 200 سال پیش. ولی جامعه‌ای که به هر حال دارای دانشگاه شد از زمان رضا شاه و گسترش پیدا کرد در زمان پهلوی دوم و رسیدیم به زمان جمهوری اسلامی، که در این حال که پدیده دانشگاه مطابق با نیازهای جوانان اون کشور و همچنین به یک معنایی نیازهای کل کشور، به هر حال این دانشگاه ها در ادامه کاری که در زمان پهلوی صورت گرفته بود، اونا هم خواستن کار خود رو ادامه بدن. ولی ما در این نقطه با یک پدیده بسیار بسیار زشتی روبرو شدیم، و اون این که کسانی که به قدرت رسیدن یعنی آخوندها، مدل ذهنی اونها دانشگاه نمیتوانست باشد. مدل ذهنی اونها همیشه حوزه بوده و اونها به هیچ وجه نمیتوانند اساسا بفهمند که یک نهاد عرفی، یک نهادی که در درون اون دانش مورد بحث هست، و همچنین افراد جدید دانش می آموزن، تکنیک های جدید، مدیریت جدید، علوم جدید رو می آموزند. بنابراین ما در اینجا با یک تصادم بسیار بسیار خشنی مواجه هستیم. از یک طرف دانشگاه میخواهد بماند مطابق با نیازهای نسل‌های جوان و آنچه که از گذشته به ارث رسیده است، و از سوی دیگر حرکت ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی و خمینیزم و سروشیزم و غیر و غیره در جستجوی نابودی این مدل تولید تحصیل هستند، تولید دانش هستند. بنابراین در این لحظه کسانی که بر سر قدرت آمدن نمیتوانند اعلام کنند که همه درها رو ببندیم. دو سال البته میبندند که بتوانند از درون تصفیه بکنند، استادان سکولار رو
منهدم بکنن، دانشیان مبارز و سکولار رو اخراج بکنن، محتوای کتاب های درسی رو به سمت اسلام شیعه‌گری ببرن. خب این کارا رو کردن، این کارا رو طی 2 سال کردن و مجددا درها باز شد. ما وارد دوره جدیدی میشیم، دوران رفسنجانی اینا هستش، دوران خاتمی است و به هر حال فضای عمومی دانشگاه یک فضای هم تسلط اصلاح طلبان هست، هم اینکه به هر حال جناهای اصولگرای سنتی کماکان فعال هستند، ولیکن برای مجموعی حکومت این هستش که از یک طرف بتوانند مقابل جویی بکنند با نفوذ جناهای رقیب خودشون، یعنی دانشگاه تبدیل به میدان جنگ اصولگرا و خط امامی ها با اصلاح طلبان باشد که هر کسی آدمهای خودشو در رأس این به صلاح ریاست یا اون دانشکده یا این درس و غیر و غیره قرار بدهد. از سوی دیگر همیشه همون گونه که از ابتدا بود مبارزه علیه سکولار شدن محیط دانشگاه، سکولار شدن افکار و عرفی شدن بیش از پیش تمام جوانان و استادانی که در درون دانشگاه میاد. و این هست که عملا ما مواجه میشیم با موجهای بعدی فاشیستی که زمان از جمله احمدی نژاد صورت میگیره که گفته میشود 17,000 نفر رو اخراج میکنه احمدی نژاد، و همچنین میرسیم به دوران روحانی که موجهای در واقع اخراجی با همون شدت ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به دوران رئیسی. و میبینیم که دوران رئیسی در این دوران 2 سالی که گذشت بسیار فعالانه علیه استادان دارن عمل می کنند. و چند وقتی پیش بود که دولت رئیسی اعلام کرد که می خواهد استخدام بکنه چند نفر رو؟ 15,000 نفر رو. یعنی وقتی می خواهد استخدام بکنه 15,000 نفر، یعنی معنای دیگه شده که 15,000 نفر رو باید اخراج بکنیم. به این ترتیب اون چه که اینها اقدام کردن دارن میکنن میشه سوال کرد چرا؟ چرا؟ قضیه چیست؟ قضیه خیلی روشنه. بخش مهمی از این استادان و دانشجویان اعتصابات دانشجویی در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی بود. زن زندگی آزادی از 1 سال پیش به این طرف دانشگاه بی طرف باقی نماند. علی‌رغم تمام سیستم ها و شگرد های کنکورهای ایدئولوژیکی و معیارهای ایدئولوژیکی و وجود نیروهای سرکوبگر در داخل خود دانشگاه و جاسوسان حکومتی در درون کلاس ها و سیستم اداری دانشگاه و غیر و غیره، ولی که علی‌رغم این مبارزه مردم در دل جامعه این نهاد دانشگاهی رو بیطرف باقی نگذاشت و بازیگران در داخل نهاد دانشگاه نیز سمپاتی خودشون نسبت به انقلاب زن زندگی آزادی نشان دادن. خب جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ میگه 2 تا 4 تا. اینها از اونجایی که حمایت کردن از این جنبش، جنبش مردم، برابری ما میاییم قطع میکنیم، یعنی استادان رو میریزیم بیرون، دانشگاه دانشجویان رو به همین ترتیب و به اصطلاح خلصسازی میکنیم، خالص بازی میکنیم، پاکسازی میکنیم، یکسانگرایی میکنیم. یعنی تمام این واژه هایی که به فاشیزم
مذهبی در درون دانشگاه ها خانایی دارند. یعنی تصویر فاشیستی میکنیم که همشون عین ما بشوند. یه سری هستن که اینا نشون دادن که با ما رژیم نیستند، ولی بقیه ای که حالا هستند اینها در واقع با چیکار کرد؟ اینها رو باید سرن کرد، بخشی رو از آنها بیرون انداخت و بقیه هم با تعقیب کارها و غیر و ذلك می توانند به اصطلاح در خدمت رژیم قرار بگیرند. و عزیزان، یکی از استادان این رو همین یکی دو روز اخیر مطرح کرد، گفت این چه خیال خامی اینها دارند، فکر میکنند با اخراج چند صد نفر از استادان دانشگاه قضیه تمومه. از جانب این استاد دانشگاه تهران دارم خدمتون عرض می‌کنم که گفت خیال باطلی که حکومت دارد اینطوریه، ولی این گفته ایشونه، 90 درصد استادان در ایران مانند همون اقلیتی که جمهوری اسلامی داره میگه اقلیت و داره اخراج میکنه، میگه 90 درصد استادان شما مانند همین اخراج شونده ها هستند. 90 درصد، یعنی پایگاه رژیم رو شما در نهاد دانشگاه مورد تحلیل قرار بدهید. افراد مزدور هستند، افراد ایدولوژیک مکتبی هستند، ولی اونهایی هم که به ظاهر اعتراض ندارند محتوای کارشون در تناقض با نظام جمهوری اسلامی هستش، تمایلات علمی دارن، تمایلهای سکولار دارن و چشمشون به اجتماع هست که بتوانن آزادی داشته باشن، بتوانن نفس بکشن و کنترل فاشیستی نظام اداری و ایدولوژی دانشگاه از روی ذهن و مغز و دوش اونها برداشته بشود. و به این ترتیب وقتی که یکی از همانها میگوید در ایران 90 درصد استادان مانند همین هایی هستن که رژیم داره اخراج میکنه، این بیان چیست؟ بیان یک چیز خیلی روشن آشکاره: شکست جمهوری اسلامی، شکست اسلام سیاسی، شکست پروژه خمینی و خامنه ای، شکست حوزه، همین ها یک معنا رو داره. رژیم و حوزه و دیگران چه میخواهند؟ گورستان دانشگاه رو میخواهند، یا اینکه دانشگاه کاملا مانند حوزه شود، آخوندها بیاین، مداحان جانی و کثافت بیاین، مانند مداح اخیری که به نام حدادیان هستش و از افراد مداح بیت خامنه‌ای جلاد هست که از چند وقت پیش آمده بود ولی یه مجددن بحثش مطرح شده، زیرا تا کنون به اصطلاح در سطح یک مداح مرتجع، یک مداح که واسطه فاحشه‌گری رو نقش داره و به قول فرانسوی میگه مکروه، یعنی کسی که فاحشه‌گری میکنه. و این مداح که در خدمت خامنه‌ای هست، این مداحی که از افراد لباتکار هست، این مداحی که در مغزش جز گنداب و کثافت چیز دیگری نیست، امروز ارتقا پیدا کرده و برای مدارج بالاتر در دانشگاه برای این دوره جدید میتواند درس بدهد. سقوطی برای ما شوکه آوره عزیزان، ولی برای رژیم عین خاص رژیمه. شما فکر نکنید که این بعدش میاد یا ناراحت میشه، اون میخواد اوباش خودش رو روی این نظام مستقر بکنه. دیده نمیشه، 44 سال دید نمیشه. بس چیکار کرده؟ از ابتدا گفتن نزدیکی حوزه و دانشگاه
هی آمدن آخوند آوردن، محتوای درسی رو در واقع تغییر دادن، استادان رو خارج کردن، هی ادامه دارن، اخراج کردن، اخراج کردن، اخراج کردن، و الان بیش از پیش قراره برای مدارس تعداد زیاد آخوند استخدام بشه، برای خود دانشگاه 15,000 افراد سهمیه دار و یعنی همون مرتجعین بسیجی و پاسدار و خودی ها و تمام این جانیان بر واقع اینها رو بیاره به استادی برسونه، و به این ترتیب اونها خاصش اینه، اونها ناراحت نمیشن که کسی ناراحت باید بشود که شعور اجتماعی، شعور اکادمیک باید داشته باشد. فردی مانند خامنه‌ای یک فرد مرتجعی هستش که در 1400 سال پیش در زمان محمدش گیر کرده در اونجا. در قرآن حجازی گیر کرده. همونجاست. متعفن ترین عطرهای متعلق به اسلام بر او گواراست. یک ذره شعور دموکراتیکی نداره. فردی جانی، فردی کثیف، فردی توطئه‌گر، دروغ پرداز، عاشق قدرت، آتش قدرت، اسلامگرا، شیعه‌گرا، امام دوازدهمی، امام حسینی که بخش مهمی از حوزه‌ها رو زیر چکمه خودش خوابونده و امروز در قدرت، با یک اشاره تمام جانیانی که دور و برش هستن دارن اجرا میکنن. این کثافت های مزدور. بیت او متشکل از کیست؟ همه آدم های جنایتکار، همشون جنایتکار هستن، مطمئن باشید. ما نمیدونیم اونها چند نفر هستن، چند صد نفر هستن، ولی همشون فاسد، مزدور نظام ولایت فقیه هستن. و به این ترتیب شما توجه داشته باشید که فردی که مانند این به اصطلاح مداح میاد مدارج جدید رو به اصطلاح طی خواهد کرد، این بیان این هستش که بین خودشون این قدرت، این رانت باید دست به دست بشه. مداحی که کرده مگه مداحی مجانیه که اون کردش؟ مداحی کرد که این خبیث رو مورد ستایش قرار بده و او داره پاداش اون رو میده. پیشرفت این مداح به معنای سقوط استاد سکولاره، هیچ شبهه‌ای در این نیست. حالا آیا حالا اینا بیام بریزم بیرون باز چه خواهد شد؟ باز چه خواهد شد؟ عزیزان، استبداد و توتالیتاریسم با قدرت عمل میکنه و در ضمن کوره، و در ضمن کوره. همیشه مستبدین، همیشه دیکتاتورها فقط نوک بیلی خودشونو عمدتا میبینند، چرخش‌های جامعه رو نمیبینند، حس میکنن که تغییراتی به وجود آمده، ولی کن با قدرت زور خود میگوین، به خود میگوین من همه رو تابع خودم خواهم کرد. و مشت مزدور کثافتی مانند سران سپاه و بسیجی ها و غیر و ذالک هستن، خب قوت قلبه برای اونها، زیرا اینها هم دارن چپاول میکنن، اینها هم داره سهمیه هایی هستن.
حالا به فرض که اینا رو بریزه بیرون، داره این کار رو داره انجام میده دیگه، درسته؟ شما به یک امر توجه بفرمایید. وقتی ما میبینیم که در سال 5962 موج اول در زمان پایان خاتمی و سرآغاز احمدی نژاد موج دوم اخراج و سرکوب، تا پایان احمدی نژاد این موج سرکوب ادامه داره، میرسیم به روحانی، به با تمام به اصطلاح شگرت های گوناگون در این موج سرکوب نیز ادامه پیدا میکنه، میرسیم به رئیسی، رئیسی داره اجرا میکنه. خب یک سوال پیش میاد، اینهایی که تعداد زیادی رو اخراج کردن و افرادی رو که آوردن، این افراد چه کسانی بودن؟ بعضیاشون اوباشان بودن، بله، ولی بعضی از اینها هم آدم هایی بودن که بر اساس معیار جمهوری اسلامی استخدام شدن، بخشی از اونها چه بسا همین تیپای اسلامگرا بودن، بخشی دیگری از اینها کسانی بودن که به هر حال الزاماً با ایدولوژی حکومتی نبودن، ولی که توانستن در درون سیستم دانشگاهی برای خودشون در واقع جایگاهی داشته باشن. خب ولی علی‌رغم تمام مواظبت ها، شما مرحله به مرحله نگاه بکنید، هی آدم هایی که در هر مرحله بیرون دارن انداخته میشن، دو تا دسته توشون هست، یکی به لحاظ نزدیکیشون با جناهای قبلی داره در واقع چیز میشن، تسلیم میشن، از طرف دیگه همونهایی هم که استخدام همین نظام شدن به دنبال تحولات فکریشون، رابطهشون با اجتماع، رابطهشون با جهان، رابطهشون با علم، رابطهشون با دانشجو تغییر نظر دادن. همین 16,000 به اصطلاح 15,000 نفری هستند که اینا اعلام میکنن، یک موج جدیدی از افراد جاهل، نادان، جاسوس، اسلامگرا، مکتبی، اینا رو وارد سیستم دانشگاهی میکنن. ولی همه اینها که در این حالت باقی نمیمونن، که اینا تغییر خواهند کرد. پس بنابراین آنچه که در دستور جمهوری اسلامی باقی میماند همیشه و همیشه سرکوب و سرکوب و سرکوب هستش. اون نمیتواند محیط دانشگاه رو ماننده دقیقاً حوزه بکنه. حوزه در رأسش آخوند مرتجه نشسته، حالا که در محیط دانشگاهی مجبورن افرادی و سر کار بیاین که دارای برهار رتبه هایی در زمینه علمی هستند. یک سری از اینها هم بله کسانی مانند این مداح کسافت هست، بیشرف هست، ولی یک سری هم برهار در موقعیت های جدید فکری و شغلی و اکادمیک قرار دارن. پس ببینید عزیزان، جمهوری اسلامی خواهان چیست؟ یادتون باشه خواهان چیست؟ جمهوری اسلامی در جستجوی این هست که یک، علیه سکولارها جنگ بکنه، اونها رو اخراج بکنه، دو، علیه دانشیان مبارزه بکنه و اونها رو دفع بکنه، نفع بکنه، بیرون بیاندازد، سه، علیه علمگرایی و سکولاریزم و عرفیگری در درون دانشگاه که داره مبارزه میکنه، و بالاخره چهار، جمهوری اسلامی میداند که این افراد نسبت به جنبش سمپاتی نشون دادن، بنابراین میخواد اینها رو ویران بکنه، ولیکن ما میدانیم که به هر حال تعداد اینها زیاد هستش و آیا جمهوری اسلامی به هدف پایانی خودش خواهد رسید که کل دانشگاه رو زیر کنترل قطعی خودش قرار بده؟ نه. ولی آنچه که ما باید بگوییم، ما با همه استادانی که امروز زیر فشار فاشیستی خامنه‌ای و رئیسی جلاد قرار دارن، از همه این استادان
حمایت میکنیم برای حقوقشون، حقوق شغلیشون. ما اینها رو همه رو نمیشناسیم، ولی به هر حال به این ترتیب اینها قربانی هستند، اینها قربانی فاشیزم خامنه ای هستند که بدون که اتهامی که میبنده که اینها به اصطلاح وظایف علمی خودشون رعایت نکردن، که نسبت به جنبش سمپاتی نشون دادن، که چه و چه و چه. یعنی اینها بیان این هستش که این استادان به هر حال برخلاف نظام جمهوری اسلامی هستند. پس ما باید حمایت بکنیم از این استادان، از این دانشجویان، از این افرادی که بدونی که در واقع اخراج اونها توجیه شده باشد، اینها رو با پیام های گوناگونی به آدرس اونها میفرستن، اونها رو اخراج میکنن. و البته در اینجا هست بخش دولتی و بخش دانشگاه آزاد، ولی جمهوری اسلامی در بخش دولتی و به شکل وسیع در لحظه کنونی در بخش آزاد داره استادان رو اذیت میکنه، آزار میده. تمام کسانی که دارای به اصطلاح قرارداد رسمی نبودن به راحتی اینها رو داره اخراج میکنه، با توهین های گوناگون این ماجرا داره صورت میگیره. و به این ترتیب هستش که بنابراین ما یادمون باشه که این نظام حکومتی بنابر ماهیتش چنین میکنه. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، اصلاح طلبان حامی نظام این اصلاح طلبان هم دار دسته های گوناگونی در درونشون وجود دارند که گاه اینجا گاه اونجا، گاه در فلان دوره گاه در دوره دیگر. همشون ویژگی هایی که دارن، یک اینکه دروغگو هستن، دو اینکه به هر حال در جستجوی سازش هستن با حکومت، و سه اینکه اعلام میکنن که همیشه طرفدار مردم هستن، طرفدار حقوق بشر هستن و غیر و غیره. و به این ترتیب هستش که اینها آدم های خطرناکی هستند. افرادی مانند آقای صادق زیبا کلام، بیژن عبدالکریمی، مهدی نصیری، همین آدم هایی که میشناسید و در درون این رسانه‌های مختلف هم فعالانه حضور دارند. من در این یکی دو هفته اخیر یک نقد جانانی علیه بیژن عبدالکریمی منتشر کردم که او ضدیت خودش رو با دموکراسی و دموکراسی رو در واقع تشبیه میکنه به دموکراسی به اصطلاح پاپکورن و چوسفیل و غیر و ذالک، و بیشرمانه علیه لیبرالیزم سیاسی و آزادی انسان اعلام جنگ میکنه و میگه تون نروید، بله انتقاد بکنید به خامنه ای، بله بله بله، ولی شما نباید رژیم رو بیاندازید. محتوای آقای صادق کلام به همین ترتیبه، بله تمام افشاگری هایی که ایشون داره انجام میدن، ولی میگوین شرایط منطقه، شرایط ایران ایجاب نمی کنی که شما برید در واقع این حکومت رو بیاندازید. آقای مهدی نصیری با اون گذشته زشت امروز شده به یک استار در درون رسانها، می آیند توضیح می دن، می گوین این رژیم در واقع ربطی به دموکراسی نداره، آدم ها رو دستگیر میکنه، شکنجه میکنه، و
و در ضمن میگوید که این رژیم در واقع چی؟ مدافع اسلام واقعی نیست. دقت بکنید، مدافع اسلام واقعی نیست. و سوی دیگر این که این رژیم در واقع بسیار بسیار زشته، ولیکن به هر حال در جستجوی سرنگونی نباید بود، هرچند که طرفداری از به اصطلاح خامنه‌ای رو به طور عریان و آشکار نمی‌کنه. خب ببین عزیزان، خاطرتون هست چندین سال پیش ما مدل دیگه ای از اصلاح طلبان رو داشتیم، الان یه مدل دیگه ای باز میاد، یعنی مدل هایی که مانند آقای نصیری خیلی جنبه رادیکال به خودش میگیره، مسخره میکنه جمهوری اسلامی رو، ولی در نهایت میگه که جمهوری اسلامی به هر حال باید بمونه ولی کلی تصحیح باید بشود. عبدالکریمی هم به همین ترتیب، یعنی عملا اصلاح طلبان دیروز میگفتن که بله آقای خامنه‌ای یکمی کوتاه بیاد، به ما سایت خبری بده، به ما پارلمان بده، بذار ما در انتخابات شرکت بکنیم و غیر و غیره. اگر این کار میکرد اونا کاملا براشون رضایتمندی کامل داشتن. امروز در واقع بحث دیگه به اون ترتیب نیست، اینها آمدن بالاتر و میگوین، انتقاد میکنن به نظام، انتقاد بیشتر اوریانتر، و میگوین ببینید ما انتقاد میکنیم کجا، که در این لحظه ای که از یک سال پیش به این طرف انقلاب مهسا وجود دارد، رژیم به شدت تضعیف شده از درون، خشم مردم کماکان سر جای خودش باقی هستش، همه به نحوی منتظرن یک اتفاق میافتد که این رژیمی ساقط بشود. کار بسیار مشکلی خواهد بود البته، ولی به هر حال ما که نمیتوانیم از حسی که در درون مردم به وجود آمده جلوگیری بکنیم، که عزیزان چنین حسی رو دارن، تو همه با آرزو و امیده براشون. خیلی خوب، بسیار خوب، اگر این منجر به تلاش عملی، تلاش نزدیکی بین نیروها بشه و دارای راهکارهای خوب و سنجیده بشود، بسیار کار خوبی خواهد بود. اینهایی که اینطوری دارن صحبت میکنن، مگه جمهوری اسلامی اخیراً خراب شده وضعش که آقای عبدالکریمی و آقای مهدی نصیری دارن میان و همه رسانه هم خواهی چند بار نشونشون میدن و میگن باز ببینید و یک به اصطلاح شگرد جدیدی داریم و مارای جدیدی رو داریم مطرح میکنیم و ببینید از جوه های ما چه چیزی بیرون میاد و سطح به اصطلاح فهم عمومی هم که معمولا پایین هستش و افرادم که بر اساس احساس و هیجان به این امور در واقع توجه زیادی دارن دنیا رفا، پس ذهنها رو باید در واقع جهز کرد، ذهنها رو باید شیفته کرد، همه و همه منجر به این میشه که اینها بازیگران این لحظه میشوند، که عبدالکریمی ها، صادق زیبا کلام ها، مهدی نصیری ها و یک سری افراد دیگه ای که واقعا این انسان ها افراد بیشرفی هستند، بیشرف هستند، مانند آقای خزعلی، مانند دیگرانی که مستقیما دیگه انتقاد این هم ندارن، مستقیما از بیت خامنه‌ای دفاع میکنند و به روی مردم شلیک میکنند. به همین خاطر بود که من در دو هفته پیش اعلام کردم که دیگر با این فرد، یعنی خزعلی، مصاحبه نخواهم داشت، که البته مناظره بود، قصد من این بود که اسلام رو رسوا بکنم و کردم، تمام دروغگویی های شیعه‌گری رو نشان بدم که دادم، ولی زمانی که او دیگر تا این اندازه بی حیثیت شده و تا این اندازه پررو و
و در ضدیت خودش علیه انقلاب زن زندگی آزادی، در ضدیت خودش مصمم شده و جز چرت و پرتگویی چیز دیگری ندارد، این رو باید بیرون انداخت. حالا بنابراین ببین عزیزان، ما نمیدانیم که انقلاب چه موقعی اتفاق میافته، ولی من میگویم ما در روند انقلاب هستیم. یه دهی فکر بگم میگیم که انقلاب در این که میگن که ببین هنوز که هستش، که خب میدونیم که هنوز که هستش. این چه حرفی میزنید؟ دقت بکنید به مفاهیم. ما میگیم روند انقلاب، روندهایی هستش که 10 سال طول کشیده، 2 سال طول کشیده، 1 سال و نیم طول کشیده. حرفاتون نفهمیده تکرار نکنید، فکر بکنید و حرف بزنید. یعنی جامعه دیگه تحمل این نظام رو نداره، هر لحظه در جستجوی استفاده از هر فرصتی است که خشم خودش رو نسبت به این حکومت نشان بدهد. خشم مردم نسبت به این حکومت خشم مقطعی نیست، ادامه دار هست. بحران حکومتی، بحران در واقع یک شبه نیست. امروز دیگر این بحران، بحران ساختاری هست. بله ما در انقلاب هستیم. شما تحلیل دیگه ده، تحلیل نشون بدهید با 2 تا جمله قرازه که نمیشه که حرف زد. که من در این کتابم که هفته پیش اعلام کردم، امیدوارم تا دو هفته دیگر چاپ بشود و بیرون بیاید، که حدود 350 صفحه درباره انقلاب زن زندگی آزادی هستش، و تحت از جمله نام اصلی این کتاب این هستش که گسست برای یک ببخشید انقلاب برای یک گسست. خب به این ترتیب تحلیل کردم، من نظر دارم، نظر هر کسی تو خیابون داره رد میشه که مورد قبول من نیست. که به این ترتیب ساختارهای اساسی در درون جامعه دیگر نمیتوانند از التهاب و آنتاگونیزم خودشون خارج بشن. پس این انقلاب آغاز شده، این انقلاب میره به طرف انداختن، ولی نیفتاده هنوز. خب اینکه ما میدانیم نیفتاده، میگم ببینید پس چرا نیفتاده است، این دیگه شعور میخواد، شعور تحلیلی میخواد. نگفتیم که افتاد، میگیم روند انقلابه. ماوتتونگ هم وقتی که انقلابش آغاز کرد و به اصطلاح ارتش خودش رو به پا کرد و غیر و غیر و غیره، سالیان زیادی طول میکشه. اون تا انقلاب کمونیستی بود، ما از اون نوع انقلاب دیگر نمیخواهیم. ما در نوع مدل هایی مانند لهستان، چکی، اسلوواکی، پرتغال، اسپانیا، در این مدل ها رو باید جستجو بکنیم. و باز و باز و باز شرایط ویژه ایران، شرایط ویژه خود ایران است. کپی برداری ممنوع. باید فکر کرد چجوری این تناسب قوا میچرخد و افراد سیاستمدار هوشمند باید اینو معماری بکنن. من به عنوان روشنفکر نظر خودم رو که ما باید به آزادی برسیم، ما باید به دموکراسی برسیم، ما باید به حکومت لایق برسیم و غیر و غیره، اینا رو من تغییر نمیدهم، ولی چگونگی عملیش رو سیاستمداران هوشمند باید بر ما توضیح بدن. اونایی که دارای حزب هستن، اونایی که دارای سازمان هستن، اونایی که وارد عمل شدن، میدان را میشناسن،
اونها باید کار عملی انجام بدهند، نه اینکه تو گروه خودشون بنشینند و یک سال گذشت یه سری از اینا تکونم نخوردن. خیلی جالبه، تکونم نخوردن. و این به خاطر اینکه این پیری سنی نیست، این پیری در مغز و نگاهشون وجود دارد، پیر شدن. چه بسا 50 ساله باشه، ولی این ذهن دیگه خرابه. قدرت و استعداد خودش رو برای تولید چیزهای جدید از دست داده. و به این خاطر که امید باید داشته باشیم که نیروهای جوانی که در ایران هستن و به هر حال هستن، حالا جوان یا نیمه جوان، انسانهایی که دارای هوش هستند، اونها در واقع بیایند و کارها رو بهتر به جلو ببرند. پس ببینید عزیزان، بله، این آقایان اصلاح طلبان میگن نه، نرید، تون نرید. چرا تون نرید؟ میترسن که آنچه که جمهوری اسلامی هست نابود بشود. زیرا این اصلاح طلبان به هر حال در قلب خودشون به اسلام وفادارند، اسلام رو دوست دارند، این ایدولوژی کثیف در واقع استعماری رو دوست دارند. آقای عبدالکریمی از امام حسینش به عنوان یک مشعل صحبت میکنه. آقای صادق زیبا کلام وقتی که اولین جمله‌ای که از دهانش بیرون میآید درباره حق تعالی داره حرف میزنه، الله، الله حجازی رو داره منظورشه. و آقای مهدی نصیری میگوید که اینها یعنی جمهوری اسلامی اسلام رو رعایت نمی کنن. ابوم عجب عجب، اسلام رو رعایت نمی کنه؟ بهترین خدمتکار اسلام همین حکومت بوده. این همه پول ریختن، این همه برای حسن و حسین در عراق خرج کردن، این همه برای رضا و رقیه و نمیدونم تمام این افراد کثیف و ضد میهنی ما در واقع اینها چیز کردند، هزینه کردند، خیلی خیلی کمک کردند به این نظام، به نظام دینیشون. پس عزیزان چهره ها یادتون باشه، این چهره ها میان و احساس شیفتگی بهتون دست نده. بگید نگید آه چه جالبه، چه جالبه، چه چیزی جالبه. آقای نصیری حرفایی که الان داره میزنه که بخشی از این جامعه از همون فردای انقلاب گفتن که این دیکتاتوریست، مگه چی جدیدی ایشون آورده؟ چرا شیفته میشید؟ چرا عقل خودتون از دست میدید؟ یادتون باشه که اینها رو دیگران گفتند و گفتند و گفتند و نوشتند و نوشتند و نوشتند، انگار که یه میوه جدیدی از راه رسیده است. همه همینطور نگاه میکنن، به یکدیگر ارسال میکنن روی شبکه‌های واتساپ و نمیدونم اینجا و اونجا، هی به هم دیگه پاس میدن. شعورم آخه خوب چیزیه. بعد مطلب راجع به مطالب مثلا فلسفی رو به این ورانور انتقال نمیدن، مطالب جدی تحلیل قدرت سیاسی رو به این ورانور انتقال نمیدن، مطالب جدی در نقد اصلاح طلبان رو به این ورانور انتقال نمیدن. همین چیزهای مبتذلی که اینها میان مطرح میکنن، هی با سولید میان تیکه در میرن یا کل لینک رو ور میدارن به این ور اونور میفرستن. یعنی چی آخه؟ به به، ببینید چگونه حرف زد. و منم میگم به به، ببینید از همون فردای انقلاب اسلامی چه کسانی چه حرفای خوبی زدن، وقتی که حداقل برخی از اونهایی که به بیهوش نشده بودند. خب پس یادتون باشه اصلاح طلبان میگویند مواظب باشین سوریه میشیم، مواظب باشین جنگ داخلی میشیم، مواظب باشین
رهبر مثلا دارای با کفایتی نیست الان. مواظب باشین، مواظب باشین، یعنی در واقع خفقون بگیرید. و اگر برای اونها میسر باشد، جمهوری اسلامی به اونها یک سلسله امتیازی بدهد. همین فردا اگر خامنه‌ای بگوید که به فرض برای انتخابات ما یک کمی شل میکنیم، همه اینها در واقع میرن در سجده کردن خامنه‌ای. همشون میگن دیدید، دیدید میشه نظام رو اصلاح کرد. ببین ولی زیر فشار اینا، ولی که خامنه‌ای قبول کرد دیگه. و دوباره داستان فریفتن مردم به نحو دیگری ادامه پیدا خواهد کرد. خب این هم از این نکاتی که میخواستم مطرح بکنم. حال عزیزان به این توجه بفرمایید، جامعه‌ای که استادار خودش رو به راحتی از دست میده، جامعه‌ای که افراد بیشعور اسلامگران بر سر قدرت میان، جامعه‌ای که جوانان خودش رو مایوس میکنه، جامعه‌ای که جوانان و کادرهای ساخته شده در درون ایران رو به خارج پرتاب میکنه، جامعه‌ای که رژیمش هنر رو سرکوب میکنه، موسیقی رو سرکوب میکنه، ولی مقاومت هنر و موسیقی کماکان در خانه ها ادامه دارد، ولی جمهوری اسلامی خواستش محدود کردن، اشکال تراشی کردن، ایجاد سد، اینها هستش. ببینید امروز بخش مهم از پژوهشگرانی که به آمریکا میان یا دارن کار میکنن افرادی هستن از تبار خارجی. آمریکا یک سرزمین بزرگ، یک سرزمین با قدرت تکنولوژی و علمی بسیار برجسته، چه چیزی میخواهد؟ مغز میخواهد، مغز. باید حواس جمع باشه که از اروپا عقب نیفته، از چین عقب نیفته، از ارزم حضورتون که روسیه در یه زمینه های عقب نیافته. بنابراین در تمام زمینه ها محتاج به چیست؟ محتاج به مغزه. سیستم رو باز کرده، افراد نخبه میان در درون شرکت ها، در درون به اصطلاح مراکز تحقیقی دانشگاهی کار میکنن و کار اینها تبدیل میشه به ایده، تبدیل میشه به پروژه، تبدیل میشه به صنعت و علم، و به این ترتیب تبدیل میشه به چی؟ به اقتصاد. امروز در کشورهای پیشرفته یکی از مسائل مهم این هستش که چجوری دانشجویان خوب رو از کشورهای دیگر جذب کنن به اینجا، به کشور خودشون، یا اونهایی که اومدن رو جذب کنن برای اینکه بمانن با تخصصهایی که دارن. البته برخی از اونها میمانن به خاطر اینکه با کشور خودشون مقایسه میکنن، میبینن که به هر حال اینجا مزایایی داره که کشور خودشون نیست. حقوق یک مهندس در فرانسه چقدر هست و در مراکش چقدر هستش، خیلی فرق میکنه. خب بنابراین اینا بله میان، سلیقه خودشون هم هست، احتمال موندگاریشون هست، ولی تمام تلاشی که داره صورت میگیره، حتی بحثی هم که در ارتباط با به اصطلاح مهاجرین هست در ارتباط با دانشجویان نیست، پذیرش دانشجویی
در ارتباط با مهاجرین، این که کدوم بخش یا چه نوع مهاجرت رو ما قبول بکنیم که به نفع جامعه خودمون باشه. اگر بنابراین افرادی که میخوان بیان فقط افرادی هستن که قدرت یدی دارن، چه بسا به اندازه کافی الان هست جلوی اونها رو باید گرفت. میگه چی؟ از این کشور یا اون کشور جوانان رو بیاریم که دارای چند سال تحصیل مدرسه و دانشگاه هستند، حداقل آمادگی رو دارن، نیروی جوان هستند و اینها عاشق یک محیط باز هستند، میآیند و میمانند و به این ترتیب تبدیل به اقتصاد و سربلندی کشور می شوند. الان که در ایران این گونه بحثا نیست. در ایران اینها میخوان قدرت امام 12 رو تحکیم بکنن. خب باید شمشیر کشید. اینا میخوان قدرت حسین ابن علی رو تحکیم بکنن. چیکار باید کرد؟ باید شمشیر کشید. اینها میخوان قدرت خامنه ای رو مدام کنن و عمر اون رو زیاد بکنن. چه باید کرد؟ باید شمشیر کشید. و وقتی که شمشیر رو میکشن، استاد رو باید حذف کنه، دانشجو رو باید حذف کنه، دختران پسران عزیز ما رو که کشتند اینها رو باید حذف کنه، خانه رو آرام بکنه برای تسلط بیچون و چرای خودش. و جوانان رو، جوانان میخوان دانشگاه برن به امید اینکه به یک مرحله جدیدی از زندگی برسن، موفق بشن، بازار کار رو بعدن بیان توش، حتی بتونن به خارج برن غیر ذلك. تمام سیستم دانشگاهی رو اینها سیاه میکنند، ناامید میکنند، فشار میآورند، دانشجو رو در واقع زیر کنترل دارن، جاسوسی میکنند، زندان میاندازند، میکشند، همین کارا رو میکنند. دانشجو یعنی چی؟ یعنی مغزی که داره آماده میشه. در کنار دانشجو استاداش، پژوهشگران. وقتی میبینیم انسانهای برجسته‌ای مانند استاد جامعه شناسی بشیریه یا فیلسوف جواد طباطبایی رو از نظام دانشگاهی پرتاب میکنند، اخراج میکنند، میگن افکارتون لیبرالی خرابه. به قول طباطبایی میگفت ما مصاحبه داشته، منو برای مصاحبه استخدام، برای مصاحبه یه استخدام منو خواستن که مصاحبه بکنیم. بعد که تون به اصطلاح با مصاحبه کننده وارد گفتگو شدیم، او برگشت به من گفت، اینو طباطبایی داره میگه، به من تعریف کرد یک روزی که برگشت به من گفت، اون بابایی که باید استخدام میکرد، گفت ما به هر حال شما رو میشناسیم ولی شما دارای افکار یه مقدار لیبرالی حقوق بشری دارید. گفتش که طباطبایی به اون میگه که خب این ایده من، این شناسایی شما از من که پس داشتید، و چجوری الان آمدید که جلسه ای گذاشتید که ما با هم صحبت بکنید؟ مگه این چنین جلسه میتونی تغییر بده نظر شما رو؟ اون بابایی هم که میخواست استخدام بکنه بهش بر میگه بیگه نه، ولی برخی از دوستان اصرار کردن، ما این جلسه رو بپا کردیم، ولی که در نهایت چیزی تغییر نخواهد کرد. این نظام اهریمنی. یک فردی که این همه برای جامعه ایران، برای فرهنگ ایران، برای ایران زمین کار کرده، فلسفه غرب رو میشناسه، تاریخ ایران رو میشناسد، کتابهای متعددی نوشته، همه اینها برای جمهوری اسلامی یعنی صفر، اخراج میکنه.
که چه کسانی بیاره؟ مانند این فاحشگان سیاسی، مانند این آخوندک ها و یا این مداحان کثیف حکومتی رو بیاره. اینه. پس ما بگوییم که این فقط آنچه که اتفاق افتاده و یاد داره میافته فقط فرار مغز نیست، هجوم برای فراری دادن هست، سرکوب برای فراری دادن هست، فرار اجباری است. مهاجرت عادی نیست، فرار فاشیستی که نتیجه در واقع نوعی فاشیزمه. این فرار، فرار آدم هایی هستش که به سطوح آمدن. فاشیست ها اونجا زجر میدن، کارها رو مشکل میکنن، تصفیه میکنن. فاشیست های اسلامی و به اونها انگ میزنن که اونها علمی نیستن، که اونها لیبرال هستن، که اینها در واقع وفادار به انقلابشون نیستن، که اینها نسبت به جنبش ژینا سمپاتی نشون دادن. اما اقسام این حرفا رو میزنن که چه بسا هم درست باشه، ولی حق اونها هست. ما در یک جامعه داریم زندگی میکنیم که میخواهیم خود رو مطابق با جامعه عادی جهانی میخواهیم مقایسه بکنیم، نه با معیارهای حکومت اسلامی و طالبانی. در هیچ دانشگاهی در جهان افراد رو تصفیه نمی کنند. پونزه هزار نفر آدم های بیشعور رو وارد نظام نمی کنند. یک فاجعه است برای ایران ما. بله، فرار، بله، ولی در واقع اخراج فاشیستی است. دانشگاه در محاصره فاشیسم اسلامی است. دانشگاه در محاصره فاشیسم اسلامی است. خب عزیزان، چند نکته دیگر رو هم بگویم و کم کم به دفتر خود، در واقع دفتر خود رو ببندیم. ببینید، بعدا من صبح زود باید برم دانشگاه، بنابراین با اجازه شما یه مقدار کوتاه خواهم کرد. برخی از درس ها آغاز شده و بنابراین از هفته پیش یک سری از کلاس ها آغاز شده و بنابراین دیگر دوران تابستانی تمام. خب ببینید چند نکته در نظر داشته باشید. نکته اول این استش که روز چهارشنبه شب پارلمان اروپا به همت جوانان عزیز ما در فرانسه، در پاریس، از جمله انجمنی که با دانشان کار میکنند در دانشگاه، در پارلمان اروپا، از جمله به ابتکار نمایندگان به اصطلاح سبزها، جلسه درباره ایران، درباره جوانان ایران تنظیم شده، برگزار خواهد شد بین ساعت 8 تا 10:30 شب. در کجا؟ در استراسبورگ. بنابراین عزیزانی که اونجا برای خودشون اسمنویسی کردن که به اونجا خواهم رفت، و اونهایی هم که نکردن به هر حال به شکل مجازی میتوانند این چه که در آن 2 ساعت و نیم اتفاق خواهد افتاد رو ببینند. علیرغم اینکه از جانب عزیزانی که این سازماندهی کردن از من هم دعوت کردن و خیلی از اونها متشکر هستم، بلکه من عملا مشکلی برام پیش اومد و اونی که اگر روز جمعه، به اصطلاح روز چهارشنبه شب برم،
چون دیگه دیر وقت هست، ترن برای بازگشت نیست، مجبورم اونجا بمونم و فرداش منتها من دانشگاه در واقع جلسه دارم و به این ترتیب متاسفانه نمیتوانم به این مسافرت و برای شرکت در این جلسه بروم. و همه عزیزان که به هر حال منو دعوت کردن و بسیار ممنونم از لطف اونها، این نکته رو به هر حال گفتم. یک. دو، در شهرهای گوناگون در خارج از کشور تعداد بسیار زیادی از انجمنهای گوناگون و جوانان دختر و پسر مشغول تدارک برای 16 سپتامبر هستند. 16 سپتامبر برای یک سلسله اکشن های مشترک در سراسر جهان، همسو و همزمان با آنچه که در ایران اعلام شده. حال بر حال خواهیم دید تناسب قوا، میزان آمادگی مردم، واکنش نیروهای سرکوب و غیر و غیره، ولی کن بر حال آفیش های گوناگونی نیز در ایران منتشر شده که افراد رو به مبارزه فرا میخوانند. این مبارزه مبارزه است، کسی فکر نمی کنه که همون روز میافته که آخه عزیزان دقت بکنید مبارزه چگونه باید ادامه داد، با پشتیبانی، با آفیش، با بریم سراغ در واقع حمایت، حمایت از مردم، حمایت از ملت. باید دل افراد رو باید گرم کرد، باید اونها رو تشویق کرد. عزیزان من همیشه در واقع مشوق این بودم که ایرانیان عزیز رو در خارج از کشور در واقع بگویم که آماده باشید، برید در درون این تظاهرات، در درون این گردهمایی‌ها شرکت بکنید، پشتیبانی خودتون از انقلاب ایران، از انقلاب مردم ایران، ملت ایران نشان بدهید. برید برید. و درست نیست که در واقع نوعی بیطرفی و در واقع پسیویته در خودتون روش بدهید. نه، باید رفت، تعهد باید داشت. بله، من دانشجویی هستم و انتقاد میکنم، نقد میکنم، بررسی تئوریک دارم نسبت به این پدیده و از جمله انقلاب کنونی در ایران، ولی در این حال یک شهروند هستم، یک شهروندی که خواهان مداخله هست. مسلمه من استاد پشت ویترین نیستم، من استادی هستم که هم در درون دانشگاه هم در صحنه مبارزاتی حاضر هستم و از همه عزیزان، همه کسانی که جوان هستند یا به هر حال سنشون مقدار بالا در رفته که بسیاری از اونها میان اینا، و خواهش میکنم که حتما حتما در این گونه اقدام ها شرکت بکنم. پس بنابراین یک راندووی هست برای 16 شنبه 16 سپتامبر که در شهرهای گوناگون و از جمله در فرانسه و در پاریس نیز داره تدارکات گوناگونی داره صورت میگیره. نگران نباشید عزیزان من، حداقل بخش مهمی از گرایش‌های انجمن‌ها به ائتلاف خودشون رسیدن، مشغول در واقع تدارک هستن. پس بنابراین لحظه ای که اعلام بشه، که به زودی اعلام خواهد شد برای جاش و اجازه پلیس، بنابراین شما میتوانید به طرز دقیق مطلع بشوید. این هم در این زمینه. نکته دیگر که میخواستم بگم در ارتباط با شرایط در فرانسه هستش، و همون گونه که شاید شنیده باشید از چند وقت پیش هستش که در فرانسه در واقع یک لباسی به اصطلاح توسط محافل اسلامگرایی مطرح شده و دارای به اصطلاح افراد اون رو میپوشن، مشخصا دخترها، که اسمش عبیه هست، نوعی حجاب عبا سراسری است، از روی به اصطلاح این روی دوش گرفته تا برسه به قوزک پا و غیره، حالت کیسه داره، کیسه بره توش که به اصطلاح برجستگی های بدن شما معلوم نشه، که بتونه احتمالا بره به بهشت، اونجا ها وقت میتونه لخ بشه. به هر حال حالا مطلبی که در اینجا هستش اینه که این ماجرا که توسط محافل اسلامگرا داره تشویق میشه، بیش از پیش داره فشار میاره رو محیط در واقع مدرسه. این بس به جامعه ارتباط نداره، این بس
به دانشگاه ارتباط نداره، این بس به مدرسه و کالج ارتباط داره، به دبستان و دبیرستان ارتباط داره، یعنی اونجایی که دختران و پسران پایین تر از 18 سال آمدن و میخوان درس بخونن. اون محیط باید غیر مذهبی باشه تا اونجایی که میسره. ممکنه بگویم کجای جهان دیگران چه کارهایی کردن، به ما ربطی ندارد، ما در فرانسه هستیم، ما چنین میخواهیم. خوشبختانه دولت هم امروز محکم واسطه و بخشنامه رو به صلاح وزیر منتشر میکنه که همه مدرسه ها در جریان باشن، به خاطر این مدرسه ها نگران بودن که فاقد بخشنامه یگانه هست و بنابراین چه بسا مسئولین دبیرستان ها و غیر و غیره نتونن اتکایی بکنن به ماده های قانونی. ولی الان دیگه این روشنه. ولی اسلامگرایان و چپوله های یا چپگراهای در واقع اسلام خواه که حمایت مثلا محافل اسلامی رو پیوست و پیوست می کنند، اونها جبهه خودشون رو بسیج کردن علیه این بخشنامه و علیه دولت و علیه افراد لایک در جامعه. و چه بسا در بیان ایرانی هم، اونایی هم که اسلام خواه هستن، اونایی که در واقع هنوز با عاطفه اسلامی خودشون ودا نکردن، اونایی که تحت عنوان حقوق بشر ولی وارونش در واقع دارن برای اسلام گرایان سینه چاک میدهند و غیر و ذالک، اونها هم هماهنگی با اسلام گرایان و چپهای اسلام خواه نیز دارند. حالا به هر حال من شما رو در مراحل بعد در جریان خواهم گذاشت. اون عزیزانی که در فرانسه هستند، اونها مسائل رو تعقیب میکنند، حتما کسانی هستند که نظر من رو ندارن. حالا اگر ما همدیگری دیدیم به ما با همدیگه صحبت بکنیم، یا که چرا دلایل شما چیست دلایل من چیست، ولی من به نوبه خودم و مانند بسیاری از عزیزان لایک چه فرانسوی چه ایرانی، من فکر میکنم که در برابر تاکتیک های جدید اسلامگرایان باید ایستاد. محیط دانشگاه باید در آرامش باشه، بدون در واقع جنگ مذهبی باشه. اونهایی که میگویم بله فلاینا، اونها در واقع افراد ساده‌لوحی هستن که خواهان آشتی با اسلامگرایان و تاکتیک های گوناگون اونها هستند. بنابراین مشکل زیاده، ولی باید مقاومت رو هم افزایش داد. از جمله کتابی که منتشر شده، کتابی در ارتباط با همین شبکه های اسلامیستی در فرانسه به نام لوفخریسم اس رزو، لوفخریس اس رزو، از طرف یک استاد در استاد جامعه شناسی در فرانسه هست که هم آنتروپولوژی و هم در زمینه‌های مربوط به جامعه، مذهب، لایسیته کار کرده و در واقع تمام تحقیقاتی که انجام داده در ارتباط با مجموعه این شبکه‌ها که چگونه عمل می‌کنن، چگونه اینها داره به هر حال امکانات مالی هستند، چگونه رو محیط سیاسی فشار میارن، چگونه رو محیط رسانه ها فشار میارن. و بنابراین این لوفخریس، لوفخر، فخر یعنی برادر، لوفخریس یعنی عین همون اخوان المسلمین ها، اخوان ها، اخوان ها هستند، نوعی اخوان گرایی ها. و سرزو و شبکه های اونها، لوفخریس شبکه های اونها، و این چیز یک در واقع تحقیقی است درباره این افراد. این کتاب توسط فلورانس بلژو بلکلر هستش که نوشته شده و توسط نشر اودیل ژاکوب هم انتشار اون رو داده و قیمت اون هم 24 یورو هستش. به این ترتیب این رو هم در نظر داشته باشید عزیزان. دیگه چه چیزی برایتون بگویم؟ بله این نکته بود. و بالاخره نکته آخر هم این که عرضم بزرگ شما، بله این رو من بلافاصله خدمت شما عزیزان مطلب کنم که بدانید که در چیز در از جمله دنیای هنر، دنیای هنر هم
اتفاقهای جالبی داره صورت میگیره و دنبال خبری هستم که خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. بله اینم اومد و این خبر عبارت از یک فیلم استایلو ایرانی هست که در فستیوال ونیز، مسرای ونیز به نمایش در میاد و این فیلم در واقع فیلمی هستش که کارگردانش اسرائیلیه و بازیکن اصلیش خانم زر امیر ابراهیمی هستش و در واقع که خانم زر امیر ابراهیمی همان بازیگر برجسته هستش که در فستیوال کان دارای بهترین جایزه بهترین در واقع بازیگر زن رو به خودش اختصاص داد. و از سوی دیگر ماجرای این فیلم هم در ارتباط با جودوکارانی هستش که از ایران با اسرائیل باید با هم دیگه مبارزه بکنن، ولی که جمهوری اسلامی گفته که توی به اصطلاح قهرمان در برابر اسرائیل اعلام بکن که نمیتونی مبارزه بکنی، نمیتونی در واقع بازی بکنی، زیرا اونها اسرائیل هستن و خودتو در واقع به عنوان شکست خودتو به نفع اعلام بکن و اون مانده قهرمان داستان این هستش که من باید به حرف جمهوری اسلامی گوش بکنم یا باید قهرمان بشوم و یا باید قهرمان بشوم. بنابراین بله کارگردان این فیلم آقای گی نتیف هست که در گذشته هم یک فیلمی رو کارگردانی کرده بود به نام گلدا و همون گونه که خدمتتون عرض کردم به اصطلاح بازیگر اصلی این فیلم خانم زر امیر ابراهیمی هستش و بنابراین بین ایران و اسرائیل به این ترتیب این نزدیکی به وجود میاد. البته اگر عزیزان گوش بکنن خود رالیزاتور یا به هر حال اون کارگردان بسیار بسیار فرد مترقی هست که علیه خود دولت نتانیاهو موضع داره و علیه او پیوسته انتقاد داره و از جمله گفته بود که این فیلم اجازه میده و به اون و او خوشحال هست که بین مردم ایران و مردم اسرائیل علی‌رغم تمام توطئه‌گری های سیاستمداران دو جناح کماکان این امکان وجود دارد که بیان مردم حس نزدیکی، حس همکاری و حس در واقع انسانی مشترکی وجود داشته باشد و این دارای چنین پیامی است. این فیلم پیامی برای دوستی ملت‌ها، بله ملت ایران و ملت اسرائیل، بله ملت ایران و ملت اسرائیل و همه هنرمندانی که از این دو طرف هستند می توانند به راحتی در واقع با هم دیگه همکاری بکنن، باید همکاری بکنن و ما جمهوری اسلامی رو محکوم میکنیم و تمام سیاست های کژروانه و راست نتانیاهو هم در واقع انتقاد میکنیم. ما طرفدار چه هستیم؟ طرفدار صلح. ما طرفدار چه هستیم؟ طرفدار حقوق ملت ها و طرفدار حقوق بشر و باید بگوییم زنده باد هنر، زنده باد هنر. این هم نکته آخری بود که میخواستم با شما عزیزان مطرح بکنم و به این ترتیب بحث امشب رو به پایان میبرم و امید این هستش که در فرصتی دیگر راجع به برخی نکاتی رو که واقعا در نظر گرفتم با شما در میان بگذارم بگویم که این به نوبتی دیگر برمیگردد. پس خوش باشید، پیوسته و پیوسته شاداب باشید و در حرکت‌های پشتیبانی از ملت ایران در اکشن‌های گوناگونی که در خارج از کشور هست آماده باشید، شرکت بکنید، در درون خانه‌های خودتون نمانید، احساس همبستگی و شوق دیدار یکدیگر رو داشته باشیم که صدای ما به گوش ایران و ملت ایران برسه، که صدای ما به
جهانیان برسه، همان گونه که یک سال پیش یادتون هست چه قوقایی به پا شد، و باید به این گونه کارها ادامه باید ما بدهیم، از پای ننشینیم. بله، ما برای در واقع شادی، برای دانش، برای آزادی، برای محیط زیست سالم و برای اینکه زنان ایران زمین به موقعیتی برسن که واقعا در برابری با مردان باشند. و امروز باید گفت جوانان ما، دختران و پسران ما، دست شما عزیزان درد نکنه. و تمام پیام من در ضمن به ایرانیانی هست، دختران و زنان ایرانی هستش که در ایران دارن مقاومت میکنن و حجاب های خود رو از سر بر می دارن، حجاب های خود رو در آتش می افکنن، حجاب های خودشون رو در واقع در سطل آشغال می اندازن یا اون رو تبدیل می کنن برای پاک کردن زمین و غیر و ذالک. و به این ترتیب این زنان، زنانی هستن که بیان روح جدیدی در کشور ما هستن. بنابراین حس همبستگی بین مرد و زن خوشبختانه قوی هستش، مردان در کنار زنان دارن مبارزه میکنن. امید من در این هستش که در این مرحله بیش از پیش در واقع این دامنش گسترش پیدا بکنه، دامنه این مبارزه گسترش پیدا بکنه. عزیزان، جمهوری اسلامی با اتحاد ملت ایران از بین خواهد رفت. جمهوری اسلامی با ائتلاف و اتحاد عمل نیروهای سیاسی و مبارزاتی و فرهنگی و غیر و غیری ایرانیان از بین خواهد رفت. و در خارج از کشور هم یادتون باشه اتحاد عمل پاسخ ما به جمهوری اسلامی هستش. اتحاد عمل، هر چقدر که ما پراکنده بشیم علیه خودی ها صحبت بکنیم، حتی اونهایی هم که دوستشون نداریم ای تبدیل بکنیم به مسئله مرکزی، درست نیست عزیزان، درست نیست. امروز ما باید بدانیم که اولین و آنچه که دارای اولویت هست، جمهوری اسلامی باید ساقط بشود. و پس از سقوط جمهوری اسلامی، همون گونه که الان هم متمدناده میتوانیم صحبت کنیم، به جستجوی خواهیم بود که تا رفتن به مجلس مؤسسان کدوم مدل، کدوم فور، جمهوری خواهی یا سیستم مشروطه سلطنتی، کدوم یکی میتواند مورد در واقع انتخاب اکثر مردم ایران باشد. پس جدال ها و فحاشی های بیهوده رو کنار بگذارید. و بالاخره این نکته هم اضافه بکنم، در این روزهای اخیر برخی از افراد، شخصیت هایی هستند که عملا نگاه بسیار بسیار انحرافی رو مطرح کردن. من این رو از جمله از جانب آقای امیر طاهری شنیدم که علیه لایسیته عملا موضع‌گیری کرده بود. من فعلا بحثم رو در اینجا باز نمی کنم. انتقاد بسیار شدیدی به نظرگاه ایشون دارم و برای ایشون نیز پیام دادم و می خواهم که با ایشون گفتگوی داشته باشیم که گفتگوی باز و همه عزیزان هم نیز بشنوند. منی که در واقع در همه این سالها و از جمله در این ماهای اخیر، در طی این یک سال اخیر کلی برنامه درباره لایسیته منتشر کردم، کلاس ها و درس گفتارهای درباره لایسیته گفتم و میدانم که چه مسئله اساسی هست. وقتی که میبینیم که از جانب برخی سیاسیون یا برخی در واقع روزنامه نگاران نسبت به این امر سیاسی اساسی بی‌مهری میشه، بی توجهی میشه و حتی شعور لازمه نیست تا اهمیت او دیده بشود، به این خاطر اندوهگین میشوم. ولیکن اندوه من به در واقع عدم پایداری من تبدیل نمی شود. من پایدار هستم در تفکر خودم، در مبارزه خودم. و بنابراین در فرصت دیگر به نظریات انحرافی که در این زمینه منتشر شده بهشون خواهم پرداخت. پس نقد نظرگاه های مانند نظر آقای امیر طاهری به طور حتم در دستور من قرار خواهد گرفت. امیدوارم ایشون به دعوت من یه پیام به اصطلاح مثبتی بدن که ما بدونیم که
دقیق در هر کدوم چه میگوید که اگر هم به هر حال سوء تفاهم هایی باشه رفع بشه، ولی یه اونجایی که حس من هستش اینه که اختلافات اساسی در زمین زمینه وجود داره. ولی باید به جنبش نگاه کرد. جنبش خاص با طی یک سال گذشته نشون داد که شعار دینی نداره، شعارها عرفی هستند. کسی در جستجوی آخون نیست، کسی در جستجوی خمینی نیست، کسی در جستجوی موسوی نیست. تمام این چهرهای اسلامی کنار زده شده هستند. پس این بیان چیست؟ بیانی هستش که این جنبش سکولاره و میخواهد به قدرت لاییک فردا منجر بشود. قدرت لاییک فردا برای ایران عزیز ما. سپاس از شما.